تسلط بر جسم و روان قسمت اول به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به خاطر دارید که در درس قبلی به طور خلاصه در مورد تاثیر قوای بدنی و احساسات خوب و انگیزه بالا و به طور کلی عوامل زبانی و غیر زبانی در یادگیری صحبت کردیم و گفتیم که طبق تحقیقاتی که توسط بسیاری از دانشمندان انجام گرفته به خصوص تحقیقاتی که توسط دکتر استیفن کراشن و دیگر اساتید حوزه یادگیری زبان صورت پذیرفته 80 درصد موفقیت در یادگیری به انگیزه و هیجان یادگیری و به کارگیری قوای بدنی بستگی داره و تنها 20 درصد به روش استاد و منابع مطالعاتی و عوامل زبانی بستگی داره بنابراین جای داره که در رابطه با انگیزه و هیجان یادگیری و به کارگیری قوای بدنی در فراگیری صحبت بکنیم در این جلسه و جلسه بعدی در خصوص جزئیات تسلط بر جسم و روان صحبت خواهیم کرد. البته به طور ویژه در این درس می خواهیم در خصوص تسلط بر جسم و استفاده از قوای جسمی و قوای بدنی و به, به طور کلی به کارگیری فیزیولوژی در یادگیری صحبت بکنیم. در این جلسه تکنیک‌های بسیار ساده‌ای رو مرور خواهیم کرد که با استفاده از این تکنیک‌های ساده کیفیت یادگیریمون بهبود خواهد یافت. بدون شک برای ایجاد هر تغییری به خصوص تغییر در جهت پیشرفت و بهبود نیاز به انرژی خواهیم داشت هم انرژی بدنی و هم انرژی روانی توجه داشته باشید که برای هر بار تمرین و مرور مطالبی که در برنامه خود دارید باید آمادگی کامل داشته باشید اجازه بدید برای درک بهتر موضوع توضیحی در مورد آمادگی کامل داشته باشیم بدون شک برای انجام هر فعالیتی که در نظر بگیرید باید قبل از اقدام به هر حرکتی آمادگی خودمون رو برای انجام آن فعالیت ایجاد نماییم بدون آمادگی لازم برای انجام فعالیت ها به دردسر خواهیم افتاد و نتیجه مفیدی از فعالیت هامون به دست نخواهیم آورد آمادگی لازم شامل آمادگی های جسمی و آمادگی های روانی هستند فرض کنید که شما عازم یه سفر چند روزه تفریحی هستید اگر آمادگی لازم شامل آمادگی مالی، آمادگی روانی، آمادگی جسمی، همراه داشتن لوازم کافی و آمادگی های لازم برای سفر رو نداشته باشید، علاوه بر اینکه وقت خودتون رو تلف کردید، از سفر خود بهره ای و روزهای سفر خاطرارت خوشی رو براتون رقم نخواهند زد. و یا اینکه فرض کنید در یک رشته ورزشی فعالیت میکنید بدون داشتن آمادگی روانی و جسمی برای انجام تمرینات ورزشی بدون شک موفق نخواهید بود و به هدف خود در آن رشته نخواهید رسید ورزشکار بی هدف و بی انگیزه آمادگی روانی برای انجام تمرینات رو نداره همچنین اگر آمادگی جسمی برای انجام تمرینات رو نداشته باشه به بدن خودش صدمه وارد کرد در مورد فراگیری هم روال به همین شکل برای فراگیری نه تنها زبان بلکه هر مطلب یا موضوع دیگری ابتدا لازمه که آمادگی لازم برای فراگیری رو در خودمون ایجاد کنیم و همه جانبه آماده فراگیری باشیم تا وقت و انرژی خودمون رو بیهوده تلف نکنیم و به طور بهینه از وقت و انرژی خودمون استفاده بکنیم ابتدا اجازه بدید در مورد تکنیک هایی که آمادگی بدنی و فیزیکی ما رو برای فراگیری زبان بالا میبرن صحبت کنیم باید بدونیم چگونه می توانیم فیزیولوژی بدنمون رو مدیریت کنیم که روند یادگیری زبان سرعت بیشتری پیدا کنه و با کیفیت بالاتری فرا بگیریم. تکنیک هایی که برای مدیریت و تسلط بر جسم و بدن گفته میشه بسیار سادن اما بسیار کاربردی و علمی و عملی هستند و پیروی از این تکنیک ها نه تنها در فراگیری زبان بلکه در فراگیری از هر نوعی نتیجه بهتری خواهد داد. فرض کنید که در یک روز معمولی بعد از فعالیت روزانه یا هر کاری که داشتید به خونه برگشتید در چنین حالتی و چنین وضعیتی از لحاظ زمانی وقت کافی برای یادگیری زبان دارید اما با توجه به خستگی جسمی که بر بدن شما وارد شده چگونه میتوان زبان کار کرد یا تمرین داشت ممکنه با یه قیافه حق به جانب که برای خودتون بگیرید توجیهی نیز برای خودتون بیارید که در حال حاضر خستم و الان وقت مناسبی برای تمرین و فراگیری زبان نیست بهتر کار دیگه ای انجام بدم از طرف دیگه به لحاظ اجباری که به هر دلیل برای یادگیری زبان در شما وجود داره ممکنه که به خودتون فشار بیارید و با خود بگید من باید در این ساعت تمرین کنم اگر تمرین نداشته باشم چنین خواهد شد و چنان خواهد شد اما متاسفانه با اعمال فشار و وجود این اجبار نتیجه نخواهید گرفت و این اجبار جوابگو نیست و شما را وادار به تمرین و مرور نخواهد کرد و در صورت ایجاد الزام به مطالعه و انجام تمرین و مرور با حالت خستگی بدنی نتیجه مفیدی نخواهید گرفت. در چنین حالتهایی و چنین زمانهایی که خستگی بدنی دارید، برای رفع و از بین بردن این حالت و خستگی بدنی و آماده شدن برای یادگیری و تمرین، باید یک سری تغییرات رو تو بدنتون اعمال بکنید. همان گونه که گفتیم برای هر پیشرفتی نیاز به تغییر لازم کمی تغییر رو از بدن و جسم خودمون شروع کنیم اجازه بدید که فرم و شکل بدن خودمون یا فرم و شکلی که بدن شخص خسته رو مجسم بکنیم در حالتی که خستگی بر بدن ما چیره شده ببینیم که یک بدن خسته چه فرم و چه شکلی به خود میگیره خودتون رو توی حالت خسته مجسم بکنید معمولا در حالت خستگی شانه ها با حالت افتادگی به جلو متمایل هستند و چانه و سر هم همینطور معمولا کمی به پایین متمایل میشن حالا فرم صورتتون رو مجسم بکنید معمولا در حالت خستگی صورت یه حالت اخمو ترشیده و آویزون به خودش میگیره معمولا در حالت خستگی ناخودآگاه لبخند از روی صورت محو میشه همچنین جهت دید شخص خسته رو به پایین متمایله و چشمای حالت بسته به خودشون میگیرن به طور کلی بدن انسان در حالت خستگی شل و آویزونه و رو به جلو و پایین متمایله. حالا با دونستن حالت و فرم بدنمون در زمانهایی که خسته هستیم میتونیم با چند تغییر کوچک و ساده در فرم بدنیمون انرژی و نشاد خارج شده از بدن و جسممون رو به بدنمون برگردونیم و از این آمادگی بدنی و بازگشت انرژی به بدن که در ما روحیه نیز خواهد ساخت در جهت فراگیری زبان استفاده بکنیم یکی از تکنیک های کاربردی و قابل استفاده در این مورد به کارگیری نیروی تلقین و باورهاست زمانی که شما به خودتون تلقین کنید و باور برداشته باشید که خسته هستید و همواره این جمله رو تو ذهن خودتون مرور کنید که خسته ام زمیر ناخودآگاه شما به شکلی عکس العمل نشان خواهد داد و مغز شما را فرمان خواهد داد و طوری فیزیولوژی بدن شما را تنظیم خواهد کرد که هم بدن شما احساس خستگی کنه و همین که از نظر روانی حالت خستگی بر شما چیره بشه کاملا درسته که فعالیت های ای که داریم انرژی صرف میکنه و شاید بعد از ظهرها به اندازه صبح ها یا شبها به اندازه صبحها پر انرژی نیستی. اما لزومی نداره که برای خودمون و در ذهنمون تکرار کنید که خسته شدم یا خسته هستم. به جای القای منفی به خود باور داشته باشید که توانمندی انجام فعالیت های بیشتری رو دارید. اصلا کلمه خسته رو کنار بذارید و فراموش کنید. این اصل نیازی به اثبات نداره کنار گذاشتن تلقین های منفی به خصوص خستگی و القای باور مثبت رو کافی است امتحان کنید تا بدونید چه تاثیر شگرف و عالی خواهید گرفت علاوه بر تلقین مثبت و دور ریختن تلقین های منفی با ایجاد تغییراتی برخلاف حالات خستگی در بدنمون انرژی بیشتری خواهیم گرفت برای آزمایش بدن خودتون رو توی حالت خسته قرار بدید هاتون رو به حالت خسته رو به جلو و پایین بیاندازید چانه و سر به پایین نگاه متمایل به سمت پایین به طور کلی بدنتون رو یه حالت شل خسته و آویزون قرار بدید به احساسی که در این حالت خستگی بهتون دست میده توجه بکنید و دقت بکنید حالا اجازه بدید حالت عکس یک بدن خسته رو مجسم کنید و اجرا کنید شونه ها عقب سینه بالا چونه بالا نگاه متمایل به جلو و بالا خب حالا اگر لبخند رو لبنتون نیست از شما میخوام که یک لبخند عمیق به خودتون هدیه کنید اشکالی نداره وانمود کنید وانمود کنید که دارید لبخند میزنید یک بار دیگه مرور میکنیم شونه ها سینه بالا چونه بالا نگاه متمایل به جلو و بالا لبخند عمیق من که احساس بهتری دارم البته میدونم که شما هم همین احساس خوب رو پیدا کردید و درک کردید در تفاوت هایی که در حالت خستگی و این حالت جدید و پر انرژی وجود داره دقت بکنید با همین یکی دو تکنیک ساده و چند تغییر بسیار ساده تر در بدنمون میتونیم به زمیر ناخودآگاهمون بفهمانیم که حالت خستگی رو کنار بزنه و در ما تولید انرژی و توانمندی بکنه تا تو از رهگذر این توانمندی و افزایش انرژی در فراگیری موثرتر و بهتر از قبل ظاهر بشید کاری که از این به بعد میتونید انجام بدید اینه که در هر وضعیتی که هستید قبل از تمرین مطالب و یا مطالعه دیگهی که مربوط به زبانه ابتدا تغییر و بهبود حالت بدنی رو فراموش نکنید. لبخند رو فراموش نکنید. یک لبخند کوچک تا حد بسیار زیادی در شما تولید انرژی خواهد کرد. کافیست آزمایش کنید تا این اصول بر شما اثبات بشه. هرگز لبخند رو فراموش نکنید. به این دلیل که زمانی که شما لبخند به لب دارید برای ذهن شما و زمیر ناخداگاه شما باور اینکه خسته هستید و آمادگی یادگیری رو ندارید بسیار سخته از طرفی لبخند باعث خواهد شد که علاوه بر اینکه خودتون احساس شادتر و بهتری دارید باعث خواهید شد که دیگران هم به شما لبخند زنند حتی اگر لبخند شما ظاهری باشه بله دوست عزیزم حتی اگر لبخند شما ظاهری باشه مسلما با همین چند تکنیک و تمرین های کوچکی که با هم داشتیم تجربه کردید که با چند تغییر هر چند کوچک در وضعیت بدنی میتونید میزان القای انرژی در بدنتون رو بالا ببرید و از این انرژی در فراگیری استفاده کنید و در عین حال با قرار دادن بدن در یک حالت خسته ضمن اینکه انرژی در بدن شما برای یادگیری وجود نخواهد داشت حالت شل و بیحوصلگی بر بدن شما مسلط خواهد شد توجه کنید و همیشه به خاطر داشته باشید که قبل از شروع به تمرین و یا مطالعه مطالب این تغییرات و بهبودهای بدنی رو تو بدنتون اعمال بکنید و در طول مدت زمان تمرین و یادگیری باید این حالت رو تا پایان مطالعه حفظ بکنید. میخوایم از طریق این تغییر و بهبود حالت بدنی احساس بهتری داشته باشیم و از طریق این احساس بهتر و انرژی بالاتر سرعت یادگیری و کیفیت یادگیری رو بالا ببریم. تکنیک دیگه ای که در تسلط بر جسم به خصوص در بهرهگیری بهینه از قوای بدنی در فراگیری بسیار موثر خواهد بود تکنیک تنفس عمیق. تنفس عمیق یکی از تکنیک های بسیار ساده ای که کیفیت یادگیری رو تا حد چشمگیری بالا میبره و تا چند برابر سرعت یادگیری رو بهبود میبخشه. کیفیت تنفس شما دقیقا بر روی انرژی ورودی به بدن شما و در نهایت در احساسی که خواهید داشت موثره. اجازه بدید کمی بیشتر در مورد تنفس عمیق صحبت بکنیم. بد نیست بدونید غیر ممکنه که کتابی در زمینه تمرکز حواس و آرامش ذهن پیدا کنید که در اون فصلی به تنفس صحیح اختصاص داده نشده باشه در یوگا تنفس عمیق به قدری اهمیت داره و عمومیت پیدا کرده که بعضیا فکر میکنن که یوگا یعنی تنفس عمیق در فرهنگ خودمون هم و اهمیت تنفس اشاره شده برای نمونه در مقدمه گلستان سعدی اولین نعمت خداوندی که سپاس گفته شده تنفسه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات با تنفس عمیق و صحیح میتونید به تمرکز دست پیدا کنید میتونید هیجان های عصبی رو کنترل کنید میتونید به آرامش دست پیدا کنید مطالعه و تحقیق در مورد تنفس عمیق رو به خودتون میسپاریم و در اینجا میخوایم کمی در مورد روش تنفس عمیق صحبت بکنیم تنفس عمیق شامل سه مرحله است یک دم عمیق دو نگهداری نفس سه بازدم عمیق یک دم عمیق دم عمیق سی آهسته و آرام باشه و واقعا باید عمیق باشه و تا حدی حد که کاملا ریه های شما پر از هوا بشه تا حدی حد که در انتهای ریه های خود و دیافراگم کمی احساس درد خفیف ناشی از فشار پر شدن ریه هاتون بکنید همچنین دم و بلعیدن هوا بایستی آرام آرام صورت بگیره چرا که یک تنفس سریع نمیتونه ریه ها رو کاملا پر بکنه بنابراین باید تنفس عمیق به آرامی صورت بگیره. دو، نگهداری نفس. شاید مهمترین قسمت تنفس نگهداری نفس باشه. وقتی شما هوا رو تو ریه خودتون نگه میدارید به کیسه های هوایی ریه های خود فرصت میدید که تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن رو انجام بدن اون هم به صورت کامل در تنفس های تند و سطحی این تبادل خوب صورت نمیگیره چون شما به ریه های خودتون فرصت کافی نمیدید که این کار رو به طور کامل انجام بدن س بازدم در بازدم های سطحی و معمولی ریه ها از مواد مسموم و عمدتا دی اکسید کربن به طور کامل تخلیه نمیشد بازدم هم دو شرط ویژه باید داشته باشه اول آنکه باید آهسته و آرام صورت بگیره دومون که از راه بینی باشه اما در آخرین لحظات دهان رو باز میکنید و هوای باقی مونده رو با فشار و صدای ه بیرون میدید دقت داشته باشید که یکی از مهمترین عوامل موثر در تمرکز حواس توجه کردن به تنفسه از لحظه ای که دم عمیق رو شروع میکنید و تا آخرین لحظه ای که هوا رو با صدای ه بیرون میکنید به فرایند تنفس و صدای تنفس خودتون توجه بکنید به صدای تنفس خودتون گوش بدید و تمام توجه خودتون رو به اون معطوف کنید تنفس یک تکنیک ساده برای آمادگی جسمی در یادگیریه توجه داشته باشید که نحوه تنفس شما تأثیر مستقیم بر پروسه یادگیری شما داره همانطور که گفتیم تنفس عمیق باعث ایجاد انرژی در بدن شما و این انرژی ایجاد شده در بدن شما پروسه یادگیری شما را تا سه الا چهار برابر سریع و بهتر خواهد کرد اساتید هنرهای رزمی و اساتید رشته های ورزشی و اساتید یوگا به این نکته پی بردند که از طریق تنفس صحیح و عمیق میتوان در مغز هوشیاری بیشتر و تمرکز بیشتری ایجاد کرد از طریق تنفس عمیق هم تمرکزشون رو افزایش میدن و هم انرژی موجود در بدنشون رو چند برابر کنند بله با همین تکنیک بسیار ساده میتونید سرعت چشمگیری به یادگیریتون ببخشید و مطالب رو بهتر و عمیقتر درک کنید و به ذهن بسپارید نکته که باید دقت بکنید و رعایت بکنید و باید به اون توجه داشته باشید اینه که قبل از شروع به مطالعه زبان و یا تمرین مطالب حتما دو تا سه دقیقه رو با تنفس عمیق و صحیح هم آمادگی بدنی و تمرکزتون رو افزایش بدید و سپس مطالعه و تمرین مطالب رو شروع کنید همچنین در لحظاتی که در حال تنفس عمیق هستید وضعیت قرارگیری بدنتون رو کنترل کنید به حالت صحیحی که اشاره شد و گفته شد بشینید. حفظ حالت بدنی در موقعیت خستگی باعث میشه که خستگی بر بدن شما چیره نشه و احساس خستگی نکنید. هنگامی که در حالت نفس کشیدن عمیق هستید، حالت بدنیتون رو اصلاح بکنید. شانه ها عقب، سینه بالا، چانه بالا، نگاه متمایل به جلو و بالا، لبخند فراموش نشه. دقت داشته باشید زمانی که شما بخواید با یک حالت خسته شروع به تمرین یادگیری بکنید، مغز شما در حالت نیمه خوابه. و برای خارج کردن مغز و آماده شدن مغز برای یادگیری موثر و چند برابر بعد کارهایی گفته شد را انجام بدید تا با یک حالت عالی و پر انرژی بازدهی فراگیری رو چند برابر کنید کارهایی که باید قبل از شروع به تمرین مطالب و در طول مدت زمان یادگیری باید مراعات کنید و انجام بدید رو یک بار دیگه مرور میکنید حفظ حالت بدنی شانه ها عقب سینه بالا چانه بالا نگاه متمایل به جلو و بالا نفس عمیق لبخند دقت داشته باشید که قبل از شروع به تمرین زبان و در طول مدت زمان یادگیری مخصوصا در طول مدت زمانی که در کلاس های انگلیسی یا زبان هستید یا اگر به صورت مستقل در حال مطالعه و تمرین زبان هستید مواقعی هست که احساس خستگی به بدن شما دست خواهد داد و در این مواقع برای رفع این حالت خستگی با تکرار دوباره نکات و تکنیکایی که گفته شد انرژی دوباره ای به بدنتون هدیه بدید تکنیک دیگه که برای مدیریت جسم و فیزیولوژی بدنی میتونیم انجام بدیم تحرکه به این دلیل که تحرک انرژی ایجاد میکنه و انرژی بدن و مغز شما را بیدار و آماده خواهد کرد و ما از این بیداری مغز و آمادگی مغز برای یادگیری چند برابر استفاده خواهیم کرد بعد از حفظ حالت بدنی مناسب و قوی و بعد از تنفس عمیق و پس از لبخندی که به لب دارید تحرک رو فراموش نکنید از طریق تحرک بدن شما تولید انرژی میکنه و این انرژی سرعت یادگیری و کیفیت یادگیری رو بالا میبره البته تحرک در زمان یادگیری ممکنه کمی با روشی که تو مدرسه یا کلاس های زبان وجود داشت متفاوت باشه بیایید بازم به دوران مدرسه برگردیم به یاد دارید که در دوران مدرسه و در کلاس های سنتی زبان با چه حالتی می نشستیم؟ بگذارید با هم مرور کنیم مدرسه جایی بود که به شما گفته میشد سر جای خودتون بشینید زیاد جام نخورید صحبت نکنید و غیره و غیره و غیره آیا می همین حالت سکون باعث ایجاد خستگی و یک نوع خشکی عضلات در بدن میشه و این خستگی بر روی کیفیت یادگیری و افت یادگیری تاثیر مستقیم داره اما الان همه چی تغییر کرده در حال حاضر شما کاملا مستقل و ما مدیریت و اختیار خودتون دارید زبان یاد میگیرید پس میتونید در هر زمان که احساس کردید بدنتون دچار خستگی و خشکی شده با کمی تحرک انرژی دوباره ای به بدنتون تزریق بکنید البته لازم نیست که همیشه در حالت تحرک باشید مثلا زمانی که در وسیله نقلیه هستید و در حال گوش کردن به یک فایل صوتی زبان هستید و امکان این تحرک یا قدم زدن وجود نداره میتونید با حرکات کششی به بدنتون انرژی تزریق کنید مثلا با کشش پاها یا کشش بازوها و دستها میتونید انرژی به بدنتون تزریق بکنید اجازه بدید خلاصه‌وار و سریع یک بار مطالبی که گفته شد و تکنیکایی که گفته شد رو مرور کنیم موضوع اصلی این درس این بود که چگونه فیزیولوژی و جسم اون رو مدیریت کنیم تا از رهگذر این مدیریت کیفیت فراگیری و سرعت یادگیری رو بالا ببریم. مطالبی که یاد گرفتیم یک حفظ حالت بدنی شانه ها سینه بالا چانه بالا نگاه متمایل به جلو و بالا دو نفس عمیق سه حفظ لبخند بر روی صورت چهار تحرک و اجازه ندادن به خستگی برای ورود به بدن یک نکته که باید به یاد داشته باشید اینه که ممکنه بعد از 20 دقیقه یا نیم ساعت تمرین و یادگیری زبان احساس خستگی بکنید و این زمانی است که بیشتر زبان آموزان فرایند یادگیری رو قطع میکنند و به اصطلاح خودشون میخوان خستگی در کنن. اما شما این کار را نکنید و با یک توقف پنج دقیقه و در طول این زمان توقف پیروی از تکنیک هایی که گفته شد انرژی دوباره به بدنتون هدیه کنید و به ادامه فراگیری برگردید با تمرین و آزمایش و تجربه کردن این تکنیک ها و تاثیر مثبت این تکنیک ها بر روی خودتون و کیفیت یادگیریتون به اهمیت بکارگیری کارگیری تکنیک ها و تسلط بر جسم آگاه خواهید شد درس تسلط بر جسم و روان به پایان رسید امیدوارم که با استفاده از این تکنیک هایی که در این درس گفته شد و استفاده عملی از اونها میزان تأثیر چشمگیر و تأثیر بسیار مفید این تکنیک ها رو در فراگیری زبان به کار بگیرید و به طور بهینه از اونها استفاده بکنید پیروز و شادکام باشید